از کجا؟ از جلال آباد. از جلال آباد آمده. اکسیژن است. بریم بخیر. خدا موتر اکسیژن میه به خاطر مردم، ولی بازم کم بود میشه. بازم میبینی که اکسیژن نیست، مردم با اکسیژن ضرورت میکنه، شخصی میرن اکسیژن میخرن. شام میشه کمی هستیم، فضل خدا خوب است. نمیشه بخوان هستن، اکسیژن برشون میرسن. اکسیژن نظر کم بود، اکسیژن هست دیگه. با چی تو میکنه؟ اکسیژن دیگه ما گزاره میکنیم کنیم، اکسیژن کم بود. خودتان میکنیم شفخانه میتیم؟ نه خود شفخانه میتیم. خود شفخانه میتیم. اگر باز مشکل پیدا شد که نه نباشه بود از بازار. دانوز خریدین؟ ما خود نخریدیم، باز مریضا در مطرح خود میارم با ریتیات که اگر چیز نشه باز. سلام علیکم. تشکر بدارم. سلامت باشید. بخیر باشید. سلام. خوب هستین؟ بین شما بگوین. خوب هستین؟ خیر است. خوب هستین؟ مریض چیتون میشه کردین؟ مریض مادرم میشه. مادر جان چند ساله است؟ میشه 55 سال است. ما شفاخانه راضی هستیم، واقعا کارمندای خوب، کارمندای زحمتکش، کارمنداشون واقعا زحمت میکشن. ما راضی هستیم تا جایی که کوشش تلاش خدا میکنن زیادتر. ما به خاطر ازی اومدیم که شما چون اعضای فامیلتان به این مرض وابسته شده چهار شده. پیامتون رو به مردم بگوین که اونا بسیار هم سختی میبینن، سختی میگیرن. راست شپرسان کنیم، ما هم این قسم مثل مردم کل چیز جدی نمیگرفتیم. اصلا جدی نمیگرفتیم. ما شما شوخی میکردیم. شاید فکر میکردیم یک شوخی باشه، هیچ گپی نیست. اما وقتی جمعیم این آمار را دیدیم، این مردم کرونایی را که دیدیم که یا با چقدر سختی زحمت کشیدیم، با چقدر سختی اینا تنفس میکنن زیر اکسیژن، یعنی واقعا حالا فهمیدیم که این گپ دروغ نیست، راست است. و بسیار این کرونا را ما خواهش می کنیم که واقعا این کرونا را جدی بگیرن. خب واقعا جدی بگیرن. من خودم هم شخصا حالا به خاطر غذا خوردم، نان چاشتم، ما دستکشم و ماسکم را کشیدم، ولی کوشش کنیم که همیشه ما فاصله 1.5 متری را رعایت کنیم، دستکش بپوشیم، ماسک بزنین. خواهش ما میسکی را جدی بگیریم، واقعا جدی بگیریم. شما بچه‌شون دیدین که کدام وطن ما فوت شده باشن از سر این مریضی؟ تا فعلا که دو روز. بله از دیروز تا داره؟ بله از دیروز. بله بله یک بخش. بله تقریبا 13-14 نفر فوتی داشتیم در این دو روز. مدت دو روز 13-14 نفر فوتی داشتیم. کسایی که فوت میکنن مطمئن هستم کسایی از فامیلای از کنا ندارن، توانی رو ندارن که برن شخصی اکسیژن بخرن، برشان اکسیژن نمیرسه، متاسفانه مریضشان از دست میتن. نه اکسیژن مسئله اکسیژن نیست، اکسیژنشان بسیار زیاد است. نام خدا تقریبا ما در ظرف 6 نه در ظرف 6 ساعت 7 ساعت تقریبا تنها مادر خودم 5 بالون اکسیژن مصرف کرد بود. اکسیژن هست، ولی ای که دیگه خواست خدا نیست فوت میکنن، نه کمبود اکسیژن ندارن واقعا. تشکر از شما. بخیر باشین. با اجازه. خدا حافظتان. ببین که این طرف تر میبینه هر دوست و وطندار ما اینجا خیمه یک زدن به خاطر مریضشون اینجا منتظر هستن. چقدر سرگرمه داره این بیماری کرونا. چطوری پدر؟ خوب هستین. چلا خوب هستین. سلامت باشین. بخیر هستین. چطور است مریضتان؟ خوب هستن فرض. خوب شکر. شکر خدا. چیتان میشه؟ همشیرم است. خوب. صحتشان خوب است؟ بله فعلا خوب هستن. روز قبل. بله فعلا خوب هستن. به چیز کم بود پیدا نکردین اکسیژن؟ نه. خوب. نه. خوش. پدر بچه‌ها ببینین تو اینجا. خوابش بردن. سلام. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیر خیرت و خیر باشین. چطور است وضعیت مریض شما؟ وضعیت مریض ما خوب نیست. خوب. چند روز میشه؟ تقریبا دو هفته میشه. دو هفته میشه. خوب. دو هفته. دوا اکسیژن هم چیزش میرسه؟ اکسیژن درست نمیرسه. نمیرسه؟ نه. خب. بس چی گفتین شما برش؟ ما که بگویم مگه نیست.
اکسیژن نیست. برادر ما امیال گفت که اکسیژن زیاد است. نه بابا اکسیژن کجا سونه برسه؟ قریب اکسیژن یه قریب نفر کشته میشده. جنگ بود تر اکسیژن؟ نه قطع نمی رسید. از اون امروی برادر مصاحبه کردن گفت اکسیژن زیاد است. مریض ما طال 5 6 چند چقدر گفت؟ 5 بالون. 5 بالون 6 بالون گفت مصرف کرد. حالا همین چند دقیقه همین که این دو هفته شاید مصرف کرده باشه. زبیزدان شو خلاصی نداره دیگه. مریض شما تا حال شده که با کمبود اکسیژن مواجه شده؟ با دیگه گفت چی کار کردین باز؟ یه دیگه دیگه شیعه بگه سرور درمیز دین دیگه دیگه مشتی خان نقلی بوده از پیش مردم گرفتی. خب اکسیژن دیگه کسی چور کردین؟ نه نه خود شفاخانه ره. خود شفاخانه ره شما چور کردین؟ چی دیگه؟ دولت مجبوری ده؟ دولت مجبوری ها، هر کس به خاطر تلاشی که مریضش زنده بونه دیگه کارام میکنه. سعی کنو ببینین که مردم ما چقدر بیچاره. مریض شما خداوند شفا بده پدر. خداوند شفا بده. ها پدر، ما اومدیم که پیام شما رو بگیریم. مردم که در شهر بازار امروز عبور مرور دارن باور نمیکنن، میگن نیست کرونا. شما برشون چی میگین؟ نه از چون است که نباشه اینجا ما نباشه اینجا. ما از خاطر اینجا اومدم که شما رو خونه نمیبینن، از طریق گزارش ما ببینن بفهمن که واقعا هست، جدی بگیرن. خب همین دیگه اگر شوق باشه اینجا کس گوشنه است. میفهم درکتم نکنم چی میگن اینجا دیگه. من خاطر اومدم خبر شما رو دمنه شفا خونم که نام اله که کار نداره یک جنجال داره. نه اونجا خب بر شما ضرر داره. خوبم نیا دیگه نیست بر شما که داخل شفا خونه باشین. چی وظیفه دارن شما؟ بزرگ کار. خلاص اینه ببینین که مردم راست میگن، مردم جدی نمیگیرن، وطندارای ما جدی نمیگیرن. میاله برین همی کراچیوانا و دکاندارا هیچ کدامشان وقتی که امروشان صحبت تم کنی که چرا جدی نمیگیرن پشت ما نمه موزرکار ها باشن سی که دستارا میفهم دیگه موزرکار هستیم کلی ما کل مردم بیچارا از زودی خوش کتی نمیه مجبور هست، از مجبوری هست که نمیجه گوشنه و توشنه میای مردم میشنن از صبح تا بگار از بگار. خود کراچی داری پدر؟ آه کراچی داری. مریض گفته چیتان میشه بخشیم؟ بچه کوکای ما. بچه کوکای ما. بیا خیر باشه. خداوند شفا بده. بر دوستایتان بگوین که ما این موضوع رو دیدین لطفا جدی بگیرین. که سر انت بر علاوه از یک سرگردانی داره، مصرف داره، دیگه داره. خیلی سخت است. سال مشکل. ها. با اجازه. بخیر باشین. خداحافظ. بیام که برین. بیشتر دوست. خوب هستین دادا جان. بخیر هستین. خیر باشین. این شفاخانه یک خوبی که داره برای پایوازها در بیرون این قسم غرفه کو جور کرده. خداوند خیرشان بده. امی موضوع رو در نظر گرفتن، ولی تعداد شفاخانه دیگه که در کابل است اونا امی موضوع رو در نظر نگرفتن که برای پایوازها یک جای مشخص تعیین بکنن. همیشه برین در شفاخانه برین که تمام مریضا بسترشون در روی حوالی خود شفاخانه است، ولی اینا خیلی کار نکردن خیر ببینن. همه قدر کمک هایی که میاد در افغانستان باید اگر یک چیز شما و شما در جیب مندازیم، یک چیز دیگه شو باید انتکار کنیم که مردم ما راحت باشه. سلام چنگه یا جیمه ما خیلی صدقه در خیره خیرت خیره سی دیمه مالی چنگه در بس خدر خدا چکی گی دتا چکی گی مرز مارو ده ورور ده ورور ده آلا دیت څنګه ده؟ مریضی څنګه ده؟ شوی دی؟ زن نقصی اوس سه مشکل لری کنه؟ ستا خو کم ده کم ده؟ آه کم ده شفا غارم انشالله خیلی گیر مریض خو زما مور ده مرجانه ده تو کلان ده مرجانه؟ تقریبا 500 رزی شو خو 500 کلا تو رز کی گیو؟ مریضی خود تقریبا زیاد تو شو کلم شفاخانه تر وړي 15 ورځې کیږي. او 15 ورځې هغه نه مخکې مریض و. ولته نور ډاکټرانو به مشوره را کړه په جاپان تم وروړه. اوس حالت څنګه ده؟ ان شاء الله اوس په خکه دوه ده. خو سنت مې ورته زیاته پیدا شي ویننه او کول شي په خپل ډوډۍ مخري وبو مس کی چای نه استفاده وکي هغه نه مخکې چې خوراک نه کو او اوس کول شي چې دلته مریضان مرګيږي کنه؟ اوشتا مریضان مرګيږي مونږ وینو مرګيږي او الهته څه ده؟ الهت کور جن رسیدگی کتنګ داسې د خو څوک به بدنامو نه کنه چې څوک خدمت کوي ته رښتیا خبره وکاو کنه ډاکټران خو تر خپل وسه پورې حال زله کوي د افغان جاپان کارکون کی زکات 13 ورځ ماکسین سره کمبوت سره مخو
نو ډاکټر په ډاکټر چی په نامو ډاکټر میړنی په نامو هغه فکر کوم کندار ته زنګ واخو دی ډیر زنګونه وهل کنه او چیغه ولې ټلیفون کې خلکو سره هغه کو چې تاسو مونږ ته اکسیجن وروړي چې مونږ بدنامیږو سبا مونږ ته خلک ګوت نیسی چې افغان جاپان کې خلک کار نه کوي نو کار کوي ډاکټر چې څومره وسی هغه امکانات چې هغه په خلکو باندې تطبیق کوي او کولای شي چې خلکو ته ورسوي هغه کوم امکانات شته دی ته نو خیر وسه ډیر مننه څه پیغام لري وطنوالو ته دوی جدي نه نیسی کرونا دوی رښخندي کوي دوی وایي کرونا مونږ ته تاثیر نه کوي ته څه وایي یار زه به خپل عملی تجربه درته وایم همداسې مونږ هم دا رښخندي مونږ هم کوو سه فکر هم نه کوو سه داسې یو حالت سره به مخ شو نو اوس په مونږ راغلی نو خلکو ته زه دا توصیه لرم چې ځان وساتئ او خپل خپل چا باندې چې مور پلار ګرانی نیکه پې ګرانی ټول دی بیتین خصوصا سپینګیری دي تیز زیات وساتئ ځکه په دې شفخانه کې چې زه راغلی یم تاسو هم کولای شئ لاړ شئ وګورئ ټول د 500 نه پورته خلک اکثره زیات دي پکې تقریبا 95% پکې هغه کسان دي چې عمر زیات تیر شوی دی یعنی سپینګیری دي زاړه دي هغه په دې شفخانه کې اکثره همغې بستر دي خیر سي الله جل جلاله شفا درک مرتضى امين مننه ژوند تاسو نه هم مننه چې ودوال په خدمت په دې وخی مشرایته کې خلکو ته کار کوي مننه بشتر مېره میبینیم کې دوستا هم ته ششتن در چی حال هستن خا شما خوب هستین خا فکر میکنم امبولانس مریض آورده می لازه داخل شفاخانه جدی نمیگیرن و شوخی هم میکنن میگن بالای ما کرونا تاثیر نمیکنه و این موج سوم خیلی خطرناک است تقریبا خیلی از هموطنان عزیز ما را گرفته دوستا را ببینید که همشون در چه حالت و خاطر مریضایشون همشون سلام پدر خوب هستین سلامت هستین اگه کوتاه بگوین که از شما کی مریض شدن سلام اسم من خانی گل است یکتن از باشندگان کابل حتما والدیم مریض است خب کرونا دارن بله چند روز میشه تقریبا 5 روز میشه که 2 روز از زیر در جنا اسپتال یا شفاخانه بود باقی مانده شده اینجا اینجا آوردنش حال وضعیت سیشان چطور است؟ الحمدلله رو به بهبود است و از هموطنان خود خواهش میکنم یعنی با واقعیت برات میگیم که شما کرونا را جدی بگیرین یعنی کرونا واقعیت جدی است اگر پدر و مادر خود دوست دارین کرونا جدی است بگیرین و جدی بگیرین کمبود اکسیژن است کشور ما بسیار کشور غریبی است وطنداران عزیز کوشش کنید سلنگاری نکنید در محفل عروسی در میله ها تینی تو بده باز پر جای پر تجمع شما معلوم است که آل یک دبه اکسیژن چند شده شما چند خریداری میکنید والا برادر ما خو اون کسی که تاوان داره خریداری میکنه اون کسی که تاوان نداره ما میره میگم نه قیمتش بگوین که یعنی یک دبی خالی ازی در حدود 25000 افغانی یک دبی خالیش و گازش هم میتو فکر کو که 1600 روپیه اما اکسیژنش هم میبرتن دیگه او را اگر امی مریضایی که مصاب به کووید 19 از خصوصا که سنارشان از 60 به بالاست یعنی تو فکر کو که یک مریض در یک شب میشه که او 5 دبه یا 6 دبه اکسیژن مصرف داشته تشکر از شما تشکر سلامت باشین برین دیگه دوستارم خبرشون رو بگیرین در چه حال هستن سلام چطور هستین خوب هستین اگر بگوین که مریض شما کی هست کجا آوردین خوب هستین بخیر باشه علی محمد هستم مریض داشتم در شفاخانه افغان ژاپن کی هست مریضتان مریضم کاکایم میشم محمد موسی نام داره تقریبا بالای 65 چسین داره کرونا هست مریضش کرونا هست کروناش مثبت هست دیگه مشکلات ها هست مشکلات ها بمی اکسیژن اگر کم بود داریم اکسیژن کم بود داریم اون بالون خود ما خریدیم خب اینی بالون خریدیم یک دفعه اگر نشان بتین بر دوستا این بالون هر شخص خودش میخره شفخانه نمیتن شفخانه داره کم است شما ایرا سجا خریدیم ما ایرا از چی خوی مرکز آزاد خریدیم دیگه چند خریدیم مدام از هر دونیز افتینی مزار است افتینی مزار دیگه یک سه تای دیگه هم داریم ما رو در نوبت ماندیم که پر کنه دیگه شب ما تا صبح یعنی 10 نفر ما توظیف کنیم اینجا که اکسیژن بیاره اکسیژن بیاره اگر به می اکسیژن 2-3 دقیقه قد میشه و مریض مزبین میره ما هم اکسیژن روز قد نکنیم سرش دیگه دمی مشکل داره ما حال ساعت چند چطور هستن؟
فیلان که مو اکسیژنش 80 است دیگه خوب است که مو اکسیژن اگه نباشه دیگه خلاص است. خدا من شفا بده هر چیز زودتر. ما از دوستای ما خواهش میکنیم لطفا جدی بگیریم بابت از اینکه ما در شهر و بازار وقتی که میریم شما فکر میکنین که والا این گپ ها ناقص. این پروگرام که من تهیه میکنم، من خودم یک یوتیوبر هستم، یعنی کسی مرا نگفته که برو این کار کوک باز ما بر تو پول میتیم. این خاص به خاطر وطندارای ما این کارو میکنیم که لطفا جدی بگیرین بابت هیزی که شما فکر کنین که یک بلون گاز 7000 افتونی مزار با شما از کجا میکنین و نموز که مریض تلف میشه. با اجازه خب از این را میریم پی زیاد است وطن داره ما اینجا. سلام پدر، چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیر خیر سلامت هستین؟ بخیر شکر بخیر باشین. اگر بگوین که مریضتان از کجا آوردین چیتان میشه؟ خب یعنی شکر پدر یکم بلا کنیم خب روشنی بسید سید پدر جان پختو بگیم از محمد نسیم د کاپیسا د ولایت تګاب د ولسوالۍ او ورور مې قاسم جان نومیږي. هم د کاپیسا د ولایت تګاب د ولسوالۍ دی او هلته مریض شو. د هغې ځای نه م رانقل کړ دلته جاپان شپخانې ته. نن یا ته څلوېښتمه ورځ ده په دې شپخانه کې زما د ورور. نو کرونا ده مثبت و پیلن انشاءالله مرض یې مخه ګرځولې. مرض په کې نشته خو صرف د ششو تکلیف لري، اکسیژن ته ضرورت لري. پیلن په شپخانه کې د اکسیژن په حساب باندې پاتې اوسېږو. نو انسانه په دې اته څلوېښت ورځو کې مونږ کمی کو استې د خپل مریض په حساب باندې په شپخانه کې نه ده لیدلی. ډاکترانو په خپله ځکه دی په ایسیو کې و ښه اجل واټ کې په قطې دغه نن یې د ایسیو نه وباس عادي واټو ته یو. نو کومه کمی و کسریم په نه په دوایي کې لیدلې نه ده. نو کډوال ډاکترانو هم لیدلې ده. هر څوک په خپل وخت راغلي د مریض پوښتنه او بحثخاص ته کړی ده. نو انشاءالله داسې کوم مشکل هم نه دی لیدلی. شکایت هم خاص تر نه لرو. خلکو وخت سره یې خپل هغه کړی ده. هغه بنا خواته نور د الله تعالی فیصله ده چې څه کوي. خو پیلن انشاءالله زموږ مریض وضعیت په بهبود دی ښه دی. خیر تشکر جانه. مونږ دې ځای په دې خاطر نه دی راغلی چې تاسو شکایت وکړي. مونږ د تاسو یو پیغام ضرورت لرو چې وطنوال ته ووایه چې متوجه وسي، جدي ونیسي. کرونا ډیر جدي ده، خطرناک ده، خانمانسوز ده. نو مونږ خو په اول قدم کې زه خپله چې کله مونږ مریض دلته راوړ په هغه وخت کې ډیر بیروبار نو زه ډیر خوشحاله شم. او رضا ښه ده په دې ملک داسې بحران د کرونا نشته. نو تقریبا اختر نه یوه هفته مخکې وه چې یو دم هجوم د کرونا راغی. نو پیلن ما د ټولو افغانانو نه د ټولو وطن مالدارانو نه خواهش داده چې خپل احتیاطي تدابیر وکړي تر څو چې وسه کېږي، ځکه دا یو ډېر مهلکه او خطرناکه او تباه کوونکی مرض دی. حکومت خپلې هلې وځلې کوي د نهایت درجې پورې. خو بیا مونږ ته ضرورت داده چې خپل هغه تدابیر د انساني وخت چې کوم زمونږ کېږي هغه تدابیر خپل وکړو، هغه احتیاط وکړو چې نور دا بحران په دې وطن کې زیات نه شي او مسلمانان دې تکلیف نه الله تعالی ورته نجات ورکړي. هغه مې د وطندارانو نه داده چې خپل هغه وکړي، تدابیر وکړي، احتیاط وکړي تر څو چې وسه کېږي خپل احتیاط وکړي. واقعا آدم جگرخون میشه میبینی وضعیت مردم چی سرگردانی داره. بر علاوه از اینکه سرگردانی داره، مصرف داره، هزینه بسیار زیاد کاره از کسایی که توانش داره میتونه که اکسیژن خریداری بکنه، اونا به غم مریضشان میرسن، غمش خورده میشه و کسایی که نداره اونموز که خدای نخواسته مریضشان تلف میشه.